اگر آزادی و برابری دو ارزش نهایی برای زندگی فردی و اجتماعی انسان باشد، با شریعتی که استوار بر تبعیض است، با الهیاتی که هزار مرز و محدودیت بر گرد کاوش‌ها و کنجکاوی‌های بیکران ذهن انسانی می‌گذارد، با سنتی که بارگران و مشروعیت بخش ستمگران است، چه باید کرد؟ چگونه میتوان دستگاه پهن و پیچیده مقوله ها و مفاهیم به ارث رسیده از گذشته های دور و مولد خشونت، سرکوب، تبعیض و تمایز را عقیم کرد؟ محمد ارکون، اسلامشناس پرآوازه جریانساز معاصر، چاره کار را در نقد عقل اسلامی میبیند، یعنی کاربرد روش های امروزی در علوم تاریخی، اجتماعی و زبانی برای شناخت محدوده توانایی‌ها و امکانات سنت اسلامی، واسازی و دیکانستراکشن نظام مفاهیم و هنجارهای بنیادی آن و سرانجام گذار از پارادایم جهان بسته به پارادایم کیهان بیکران، یعنی به جای نگریستن به متون و تاریخ گذشته در چارچوب منظومه بسته فکری پیشامدرن، اندیشیدن به آن متون و تاریخ در افق یا افقهای گشوده فهم و معنا در جهان آگاهی امروز انسان. از این رو ارکون تلاش برای اصلاح فقه از راه اجتهاد یا روش شناسی سنتی فهم متون و تولید فتوا را نه تنها ناکارآمد که از نظر علمی یکسره نامشروع و منسوخ می داند. از منظر ارکون جستجوی پاسخهای تازه برای پرسشهای قدیم در جا زدن در بنبست فکری و قفل محکم تر زدن به دروازه های فهم سنت است. پرسش ها را باید تازه کرد. مبانی کهن را باید برانداخت. در روش باید انقلاب کرد. از اجتهاد به نقد عقل اسلامی، کتابی است در بردارنده متنی اصلی با همین عنوان، به همراه پیشگفتار، پانوشت ها و مقالات دیگری که مترجم بدان افزوده تا روح کلی برنامه فکری و پژوهشی محمد ارکون آسانتر و ساده‌تر درک شود. در این کتاب محمد ارکون از جمله با تمرکز بر آیات ارث و وصیت نشان می‌دهد که چگونه صناعت فقه ابزارهایی می‌سازد تا گفتار وحیانی را از زمینه و بافتار تاریخیش جدا کند و از آن گفتار شفاهی سیال و زمانمند نظام حقوقی بسته و مطلقی بسازد. ارکون با شرح فنون و تکنیک هایی که فقیهان ساخته و به کار برده اند، روند مقدس شدن و مشروعیت الهی ساختن برای دستگاهی ارزشی و ایدئولوژیک و سراسر انسانی به نام شریعت را تبیین می کند. برای خواننده‌ای که مشتاق است بداند چگونه میتوان روش‌های امروزی نقد ادبی و هرمنوتیک یا علوم اجتماعی و تاریخ نگاری را درباره متن‌ها و تاریخ اسلامی به کار برد، این کتاب گیرا و سودمند خواهد بود. هواداران برابری حقوقی زنان در این کتاب خواهند دید صنعت تولید فتواهای تبعیض‌آمیز که فقه نام دارد چگونه طی فرایندی تاریخی ساخته شده و چگونه میتوان با ابزارهای انتقادی این دستگاه پرهیبت و عظمت را در جریان شناخت از کار انداخت و یکی یکی تکه ها و پاره های سازندش را از هم جدا کرد. نقد عقل اسلامی یعنی بردن جسد سنت به سالن تشریح، جایی که به قصد شناخت دقیق کالبد سنت بند از بند آن میگشاییم و در فرایند تجزیه و شرح کردن روشمند آن کالبد آگاهی علمی تری از آن به دست می آوریم و در این حال پیشرفت روند دانایی و آگاهی انتقادی به معنای پایان یک پارچگی معمایی آن جسد سنگین نیز هست.